شورای امنیت ملل متحد اسم 5 عضو سران طالبان را از لیست سیاه حذف کرد. این افراد در رژیم طالبان مقام های بلند پایه داشتند. اسم های وکیل احمد متوکل وزیر خارجه، فضل محمد معین وزارت تجارت، محمد موسی هوتک وزیر پلان و عبدالحکیم وزیر سرحدات رژیم طالبان از لیست سیاه شورای امنیت ملل متحد حذف شده است. حساب های بانکی این اشخاص بار دیگر جاری شده و آنها همچنان می توانند که به سفرهای بین المللی بروند. در حمله انتحاری شام روز سه‌شنبه در کابل 6 تن زخمی شدند. این حمله انتحاری در شرق کابل در شاهراه کابل جلال آباد در مقابل یک پایگاه نظامی ناتو صورت گرفت. منبع خبری ناتو انفجار انتحاری در مقابل پایگاه نظامی خود را تایید کرد، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نداشت. بعد از حملات سازمان یافته انتحاری در 28 جدی در منطقه فروشگاه، این اولین حمله انتحاری در کابل بود. ریاست امنیت ملی روز سه‌شنبه طراح اصلی حملات 28 جدی را به مطبوعات معرفی کرد و این ریاست بیان داشت که شخص مذکور 24 ساعت پس از حملات هفته گذشته شناسایی و بازداشت شد. این شخص در اعترافش بیان داشت که به گروه حقانی ارتباط دارد. کشورهای همسایه و منطقه از طرح آشتی دولت افغانستان با مخالفان مسلح حمایت کردند. در کنفرانس منطقوی که برای دو روز در ترکیه برگزار شد، نمایندگان کشورهای چین، ایران، روسیه، انگلیس، آمریکا، تاجیکستان، عربستان و نماینده اتحادیه اروپا و ناتو اشتراک داشتند. ترکیه برای چهارمین بار میزبان مذاکرات میان افغانستان و پاکستان بوده است و با میان جگری دولت ترکیه روابط افغانستان و پاکستان از تنش بیرون شد. اعلان حمایت کشورهای همسایه و منطقه از طرح آشتی با طالبانی که با القاعده و دیگر سازمانهای تروریستی ارتباط نداشته باشند یک گام ملی، منطقوی و جهانی برای آوردن صلح در افغانستان است. اما فاینانشال تایمز می نویسد که پاکستان برای همکاری برای آوردن صلح در افغانستان امتیازات بیشتر از آمریکا می خواهد. در عین حال مقامات پاکستانی اظهار داشتند که اگر آمریکا ضمانت کند که هند به زیان پاکستان نفوذش را در منطقه بیشتر نمی سازد، پاکستان حاضر است که برای آوردن صلح در افغانستان با آمریکا همکاری مؤثر نماید. مسئولان امنیتی در ولایت بلخ خبر دادند که یک مخالف مسلح با 5 ماین و 1 کلاشینکوف بازداشت شد. فعالیت های امنیتی حکومت و حملات انتحاری و تخریب مخالفان مسلح در آستانه کنفرانس لندن که گفته می شود برای طرح آشتی با مخالفان مسلح مورد توجه جهانیان قرار گرفته است، بیانگر یک نوع پیام سیاسی بوده می تواند. پیام مخالفان مسلح برای بی‌اعتنایی، روند سیاسی برای ختم جنگ است و پیام حکومت نشان دادن قدرت کنترل آن بر اوضاع بوده می تواند. این در حالی است که آقای مک‌کریستال، قماندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان روز سه‌شنبه گفت که تماس سیاسی با مخالفان مسلح بهترین راه است. حکومت آلمان در آستانه برگزاری کنفرانس لندن اعلان کرد که 500 سرباز دیگر به افغانستان می‌فرستد. آلمان فعلا 4300 سرباز در افغانستان دارد، اما ارسال سربازان تازه نفس به افغانستان باید از طرف پارلمان آلمان منظور شود. قبلا مقامات دولتی آلمان گفته بودند که نیروهای اضافی در بخش بازسازی و خدمات ملکی فعالیت خواهند کرد و اما نظامیان آلمان در عملیات‌های نظامی نیز اشتراک خواهند نمود. انفجار انتحاری روز سه‌شنبه در عراق 18 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. در دو روز پی در پی و با انفجارات پی در پی بیش از 50 تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. انفجارات پس از آن اوج گرفت که حساسیت ها در برابر حضور نامزدان حزب بعث در انتخابات پارلمانی عراق بیشتر شد و تعداد زیادی نامزدان این حزب در لیست سیاه حکومت گنجانیده شدند. مقامات عراقی انفجارات اخیر را به حزب بعث ارتباط داده و گفتند که این حزب در گذشته نیز همچون انتقام گیری ها داشته است. بعضی از تحلیلگران انفجارات روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشته را به اعدام علی شیمیایی پسر کاکای صدام حسین ارتباط می‌دهد.